جاواسکریپت رو استفاده بکنید تو صفحات HTML. تو صفحات HTML به این شکل هستش که شما از تگ باز و بسته اسکریپت استفاده میکنید و میبندید و باز میکنید و شروع میکنید وسطش جاواسکریپت نوشتن. خب ما به دو صورت میتونیم جاواسکریپت رو بنویسیم. بیاید تو خود صفحه HTML شروع کنید جاواسکریپت نوشتن، مثل اینجا. یه معالا HTML زیاد کاری ندارم، میام این پایین این انتها میایید براش یه کامنت میذارید و مقدار جی اس رو مینویسید و اسکریپت رو مینویسید و تب میزنید، براتون اسکریپت رو تولید میکنه و شما میتونید اینجا شروع کنید جاوا اسکریپت نوشتن، یا میایید و یه دونه دایرکتوری میذارید اینجا، مثلا مینویسید جی اس و شروع میکنید. حالا میتونه هر اسمی باشه اون که دست خودتونه و بیاید یه فایل جاوا اسکریپت درست بکنید، فرض کنم اسمش رو میذارم مین و اضافهش میکنید به صفحتون. چجوری؟ با دستور سورس و میایید اینجا مقدار جی اس و به این شکل. خب این نحوه اکسترنال اد کردنش به صفحه هستش و این حالت حالتی هستش که شما در واقع اگه به این صورت نیایید قرارش بدید، میخواید اینجا تو این صفحه بیاید شروع کنید جاوا اسکریپت نوشتن. پس به دو حالت میشه جاوا اسکریپت رو نوشت و استفاده کرد. یک، بیاید حالت اینترنال یا داخلی بیاید اینجا شروع کنید و اینجا جاوا اسکریپت نوشتن به این شکل، یا نخواهید که من توصیه نمی‌کنم، حالا هر جفتش هم میتونید استفاده بکنید، ولی حتما اگر اینجا تمام دستورات جاوا اسکریپتتون نوشتید در انتها بیاید برید لطف کنید و برید توی خود یه دونه پوشه درست بکنید تو جی اس و بیاید مثلا یه مین جی اس رو اینجا قرار بدید که بتونید اطلاعات جاوا اسکریپتی که نوشتید رو اونجا کپی کنید و اینجا در واقع رفرنس داده بشه. هر جفتش درسته و میتونید استفاده بکنید. خب این نحوه استفاده کردن جاوا اسکریپت. آیا جاوا اسکریپت رو تو هد میتونم بذارم؟ بعد تو هد هم میتونی بذاری، ولی خب اتفاق که میافته چجوریه؟ اگر بیاد اینجا خط به خط خونده میشه میاد پایین دیگه، درسته؟ اینجا به طور مثلا سی اس اس شما 20 کیلوبایت، اولی سی اس اس لود باید بشه 20 کیلوبایتش و بعد میاد میره مثلا اینجا میشه بعدش جاوا اسکریپت، ممکنه 2 مگ اینجا شما 1 مگ مثلا جاوا اسکریپت داشته باشه، اینا رو همه رو باید لود بکنه، تازه بعدش میاد بادیرشون رو کنه لود کردن، درسته؟ پس من توصیه میکنم که جاوا اسکریپت تو کجا توی هد قرار نمیدی، میذاری اونجا سی اس اس باشه فقط و میذاری سی اس اس لود بشه، بعد بادی لود بشه و در انتها جاوا اسکریپت لود بشه که اگر خیلی در واقع اومد زمان طول بکشه حداقل بادی لود بشه برای یوزر، حالا جاوا اسکریپتش اگه طول کشید اشکال نداره، بذار طول بکشه تا لود بشه. پس ما جاوا اسکریپت رو در انتها در بادی قرار میدیم برای اینکه در مرحله آخرشون بیاد لود بشه و بریم که تو شروع کنیم دستورات رو کار کردن و اینکه من ببینم به چند صورت میتونم دیتا هایی که تو جاوا اسکریپت وجود داره رو بیام نمایشش بدم. به چهار صورت خواهد بود. بریم توی فیلم بعدی که بفهمیم چجوری میشه اطلاعات رو توی جاوا اسکریپت نمایش داد و خب